با سلام و عرض احترام و ادب خدمت تمامی دوستداران و فعالان حقوق بشر که امروز در تاریخ 19 دسامبر 2022 همراه ما هستند. امروز جلسه ای داریم با عنوان افزایش صدور حکم اعدام برای معترضان در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی ایران. ما مهمان ویژه‌ای داریم، جناب آقای جهانگیر گلزار که امروز در خدمتشون هستیم و میشنویم ایشون رو. قبل از اینکه صحبت‌های جناب آقای گلزار رو بشنویم، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به توسط جناب آقای اسفندیار سنگری فیلمی رو آماده کردند که نشان دهنده اعضای این مرز بوم هست، یعنی افرادی که خانواده ما هستند و در ایران هستند و در زیر تیغ حکومت جمهوری اسلامی. من ماکم رو میبندم تا فیلم به صورت تصویری و صوتی شیر بشه و دوستان ببینه. مرسی. جناب سنگری صدا نداره. عذرخواهی میکنم، فکر کنم یک مشکل فنی پیش اومده واسه دوستان. آقای سنگری امکانش هست که دوباره از ابتدا بگذارید؟ ممنون. باز هم صدا نداره جناب سنگری. ممنون از همه دوستان. ببخشید که صدا هم نداشت. عذرخواهی بنده رو بپذیرید. بسیار خوب. ما یک آماری در رابطه با صدور حکم اعدام در این مدت رو خدمتتون عرض می‌کنیم. ما حدود 55 تا صدور حکم اعدام داشتیم. اگر که توی خبرگزاری ها خونده باشیم، آمارهایی مثل 28 نفر، 32 نفر، 39 نفر هست. ولی با توجه به آماری که کانون دفاع از حقوق بشر در ایران تا به امروز آماده سازی کرده، ما 55 نفر صدور حکم اعدام داشتیم در رابطه فقط و فقط در رابطه با اعتراضات بوده، که من به ترتیب فقط اسمشون رو میخونم که نخواهیم وقت زیادی رو از جلسه بگیریم. آقای سهند نور محمدزاده 26 ساله بابت اتهام محاربه. منوچهر مهمان نواز اتهام
آتش زدن عمدی بخشداری قرچک، محمد بروغنی لیدری اعتراضات، محمد قبادلو متهم به قتل استوار وحید کرمپور، ابوالفضل مهری حسین حاجیلو اتهامشون مقابله با حکومت جمهوری اسلامی ایران، محسن رضازاده قراقلو، سامان سیدی یا همون یاسین که خواننده جوانی هستند، سعید شیرازی، شایان چارانی، محمد امین اخلاقی، رضا شاکر زواردهی، جواد زرگران، بهراد علی کناری، اکبر قفاری، توماج صالحی، ابراهیم ریگی که پزشک بودند و تنها به قولی حکمشون این بوده که لیدر افراد بودند. توحید درویشی، این افراد فقط و فقط به دلایل لیدری و یا نهایتا آتش زدن سطح‌های زباله به اعدام محکوم شدند. اما 5 نفر به دلیل قتل بسیجی به نام روح الله عجمیان در شهر کرج به حکم اعدام محکوم شدند که در اصل ما 6 تا اسم پیدا کردیم بازم با این وجود. یکیش محمد مهدی کرمی است، یکیشون سید محمد حسینی، رضا آریا، حسین محمدی، علی معظمی گودرزی و آقای دکتر حمید حسن قره حسنلو است که همه دیگه توی سایت های اینستاگرامی توی تمام قسمت های دنیا دیدیم که با چه فجیعی با چه وضعیت فجیعی ایشون رو شکنجه کردن. 5 نفر متهم برای پرونده اکباتان بوده که باز هم اون هم در رابطه با مرگ یک بسیجی بوده که این 5 نفر شامل بهراد حساری، مهدی جهانی، نستوه نیکخواه، محمد پسندیان و میلاد آرمون هستند. 3 نفر به اتهام قتل یک بسیجی دیگری در اصفهان بودند که ایشون اسمش هست 3 نفر متهم، ولی که با توجه به شکنجه هایی که افراد رو کردن این 3 نفر به 5 نفر اضافه شدند. یکیش آقای امیر نصر آزادانی است که فوتبالیست هم هستن و افراد محبوب و به قولن معروفی در ایران هستند. سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، سهیل جهانگیری، پرهام پروری 26 ساله و معترضانی که حالا به اسم قتل زیر تیغ هستند، فرهاد طاهازاده و فرزاد طاهازاده که برادر هستند، شهرام معروف مولا، هاجر حمیدی، کاروان شاه پروانه و رضا اسلام دوست و آقایان ایوب آقلیانی، هیمن شاهی و حشمت الله تبرزدی. امیدوارم که اسمها به خاطر که یه مقدار بالاخره قومیتی دارن ما اشتباه میخونیم ما رو ببخشن. هجار حمیدی، امید حسنزهی، فرشید حسنزهی، بهزاد حسنزهی، جمشید حسنزهی و اسماعیل حسنزهی که اینا همشون چیزهای اتهام قتل واهی بهشون زدن. علی ماکان داوری و ماهان صدرات مرنی که در حال حاضر فقط حکمشون به تعویق افتاده و امروز با صحبتهایی که دوستان فکر میکنم توی اخبارهای روز میشنویم آقای اژه‌ای دستور دادن که این حکم ها هرچه سریعتر اجرا بشه. و خب اگر که نگاه کنیم ما میبینیم که در لاهیجان یک قتل صورت گرفته که در این قتل فقط 6 نفر رو درگیر کرده که متاسفانه هنوز نتونستیم اسمهاشون رو پیدا کنیم، ولی میدونیم که 2 مرد هستن، یکی 21 ساله و 25 ساله و 3 دختر زیر 18 ساله هستند و یه خانم 35 ساله هست که خودش رو هم معلم معرفی کرده و در شبکه های اجتماعی و تلویزیون با چشم بسته آوردنشون و ازشون اعتراف اجباری گرفتن. حالا توی این میون 7 نفر رو ما اعدامی داشتیم. 7 نفر اعدامی ما، یکی میلاد اشرفی آتباتان بودن و آقای محسن شکاری بودن و مجید رضا رهنورد و حسین اردو خانزاده، شاهین ایمانی محمود آبادی و منوچهر شهبندی بجندی بودن که اینها رو یا به جرم اخلال در نظم عمومی کشور و یا همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل به اعدام محکوم کردن و متأسفانه اعدامشون کردن.
توی این مدت ما 21 نفر فرد دیگری رو هم اعدام کردند که این اعدام ها فقط به علت قتل بوده. محمد عیسی زهی، نیاز جدگال، صادق که نام فامیلیش مشخص نیست، مهدی لطفی، محمد امیر خامه اجباری، آقای ترکزاده، حجت سیف پناه، خانم مولود ملازاده، براتلی شیخ علیزاده، احسان بختیاری، شایان حسنپور، حسن قاسمی زاده، پیام نوراللهی، مجید مهدی پور، مسعود افتی، عباس عبداللهی، فریبرز شهبازی، حسن امینی، امیر عباسی، یوسف میرزا بیگی، محمد علی سیدی و یه زندانی هم که متاسفانه ما میدونیم که در کرج ایشون اعدام کردن، ولی کن اسمشو نمیدونیم، فقط میدونیم که به علت سرقت بوده که ایشون رو اعدام کردن. اما 31 نفر هم به خاطر قاچاق مواد مخدر اعدام کردند. محمد امین عمرزهی، زیبر زیرکاهی یا براهویی، انوشیروان عمرزهی، ناصر عمرزهی، چنگیز گرگیج، عبدالنبی مزارزهی، حسین خیراللهی، صاحب رسولی، پرویز براهویی، سعید مولایی، امان الله رخشایی، رخشانی، غلام رسول مزارزهی، زکریا ریگی، نور احمد توتازهی، حیدر حسنی، علیرضا نارویی، سعید مقدم، عباس حسینی، علی سیدخانی، اصغر علیزاده، ابراهیم بروجردی، وحید نارویی، عیسی نارویی، عیسی شیرزایی، که خیلی جالبه در این مورد خیلی صحبت کنیم. ایشون 5 سال پیش به اتهام مواد مخدر به حبس ابد محکوم شده بودند. ولی در جریان این اعتراضات ایشون رو اعدام کردن بدون که بهش اطلاع بدن و خبری بهش داده باشن. محمد ایمانی، مهدی خوشبخت، حامد نوبخت، رضا تاجیک، ابوالفضل حیدرزاده و یکی دیگه از زندانیانی که متاسفانه در قم به دار آویخته شده و اینکه اسمشو نمیدونیم، و اینکه کیهان شاکر پناهی هم که در کاشان اعدام شده و ما نمیدونیم حکمش چی بوده، یعنی اون جرمش رو واقعا نمیدونیم چون خیلی گشتیم ولی پیدا نکردیم. این اعدام هایی که صورت گرفته و این صدور حکم اعدام هایی صورت گرفته در کل ایران اتفاق افتاده، یعنی در کل زندان های ایران، از رشت و زنجان و قزوین و تهران و کرج و شیراز و بماند تا اصفهان و بندرعباس و زاهدان، و ما واقعا نمیدونیم که در این شرایط باید چه بکنیم. خب جناب آقای گلزار، با توجه به این رو و وحشتی که دولت جمهوری اسلامی ایران داره صورت میده و با توجه به این مشکلاتی که برای مردم هست و با توجه به اینکه هیچ کس صدای این مردم رو نمیشنوه و ما هر روز در اخبارها میبینیم، به نظر شما ما باید چه راهکاری رو در پیش بگیریم تا بتونیم حق و حقوقمون رو به دست بیاریم؟ مرسی، من مایک رو در اختیار شما قرار میدم. سلام دارم خدمت شما عزیزان و سلام دارم خدمت خانم مبشری فرد و تشکر از دعوت جمع شما. قبل از اینکه صحبتم رو شروع بکنم، جا داره که یادی بکنیم از کسانی که به ناحق اونها رو اعدام کردن. البته من هر کسی رو که اعدام میکنن اعتقاد دارم حقش ضایع شده و انسان حق حیات داره، نمیشود او رو گفت که من حقی دارم بالای حق همه که امکان این رو به من میده که دیگری رو جانش رو بگیرم. پس بنابراین جا داره که یادی از اونها بکنیم و جا داره که یادی از عزیزانی بکنیم که در راه آزادی وطن اینها رو به اشکال مختلف یا تیر میزنن یا استخوانشون رو میشکنن یا اینکه مورد تجاوز قرار میدن و یا اینکه جان اونها رو میگیرن. و جا داره که فراموش نکنیم هر کدوم از این فرزندان وطن پدر و مادرهایی دارن که من به عنوان یک پدر با اونها کاملا احساس همدردی میکنم که چگونه میشه آخه یک فرزندی رو بگیری در عرض مدت 20 روز حکم اعدام بهش بدی و اون رو اعدام بکنی به دلیل اینکه یک خلافی کرده
از گفته نظام که مورد بررسی قرار میدیم و میگه که مثلا سطل آشغال آتیش زده یا اینکه جایی رو تخریب کردن یا با کارد کسی رو تهدید کرده یا اینکه جان کسی رو گرفته، حتی او هم حق داره که زندگی کنه. من باز در مقدمه خدمتون عرض کنم که جمع شما، گروهی که شما هستید از کانون، اسمتون هست اقوام و ملل و من سالیان ساله که در این رابطه بارها توضیح دادم که ما در یک وطن، هر وطنی اقوام دارد، ملت ملل ندارد، یعنی ملت‌های مختلفی وجود نداره. هر کشوری یه ملت داره که این ملت از اقوام مختلف هستن، این اقوام آداب و رسوم های مختلف دارن. مثلا وطن ما 7 قومه که از دوره تاریخ اساطیری تا به امروز همه 7 قوم هستن، کوچیکتر شدن، مثلا بخشی از شمال ایران از بین رفته در تجاوز روسیه به کشور، یا بخشی از کشور شده افغانستان رفته، یا قسمت های دیگه، اما این 7 قوم هنوز هستن، ولی ملل نیستن، ملت ها نیستن که هر کدوم حق جدا شدن داشته باشن ولی به زور اونها رو نگه داشتیم. مثلا در یوگوسلاوی میگفتن نا ملت های مختلفی هستن که تیتو اینها رو به زور نگه داشته در زیر سلطه خودش. ما این همچین وضعیتی رو نداریم که کسی با زور اومده باشه این کار کرده باشه. پس بنابراین من قائل هستم به اقوام ایرانی. اما برگردیم سر مسئله اعدام ها. یک استبدادی، اول اینکه الان حدود 30 کشور در دنیا هنوز حکم اعدام رو نگه داشت، هست اعدام رو دارن، تصور میکنن که اگر اعدام باشه این یک نوع ترسی در جامعه ایجاد میکنه که مردم خیلی از خطا کارهایی که میکنن که اینها خطاست اینا رو انجام نده. از این بابت این رو ترس رو مایه این میدانن که امکان تعادل عدالت رو در جامعه ممکن میکنه. این ترس اگر به ظاهر تأثیر بذاره، به باطن که نمیتونه تأثیر بذاره. شما یه روش، یعنی اون کشورهایی که این رو اساس قرار دادن، یک روش غلط رو مبنای تأثیر جامعه میذارن. مثل این که من شماها رو تحقیر کنم و بگویم که خب حالا استعدادهای خود رو ببریم بالا. انسان که تحقیر میشه چه شکلی استعداد رو روش بده؟ اون باید استعدادها شناخته بشه، تشویق بشه که این استعدادهایی که تو داری و من متوجهش هستم فهمیدم، تشویق میکنم، یعنی تو رو دعوتت میکنم که فعال بکن. مثلا در زمینه بگیریم استعداد، در زمینه عشق چه شکلیه؟ نمیشه یکی بکی بگه خاک بر سرت کنن که تو چقدر قیافت فلان است، رفتارت فلانه، ولی من بیا منو دوست داشته باش. این تمام مدت تحقیرش میکنی، جایی برای تشویق نمون. اعدام هم همینطوره. شما بدترین نوع خشونت رو مبنا قرار میدن برای اینکه در یک جامعه عدالت تولید کنن. و وقتی شما بدترین رو مبنا قرار دادی، هر کسی که در جامعه زور میگه خشونت اعمال میکنه، میگه من همون کاری رو میکنم که روش عدالت اجتماعی است، اما من فعلا خودم دارم میکنم. حالا نباید حتما بکشه، ولی خشونت رو باید از بین برد، نه خشونت رو مبنا قرار داد، اونم کشتن یک انسان که بالاترین حد خشونت است. این از لحاظ این قاعده. اما در جامعه ما یک نظامی میگوید من اسلامی هستم و چون اسلامی هستم یه سری قواعد دارم که تحت اون قواعد آدم میکشن. خب حالا یه سوال بعد ازش کرد که خب این همه کشور اسلامی هم داریم، چه شکلی شد که در بسیاری از اینها حکم اعدام نیست؟ اونجا مرجع دارن، اونجا فقیه دارن. در فقیهانی که در کشور خود ما هستن که اینها نظراتشون رو مکتوب نوشتن، بسیاری از اینها اعتقاد ندارن که باید اعدام باشه و اینها صاحب نظرن، نه که یه ملای باشه گوشه چه میدونم یه کوچه ای رفته باشه این یه چیزی گفته باشه، نه، صاحب نظرانی هستن که گفتن که نه، نمیشه باید اعدام کرد.
حالا واقعا نه که نظر اون صاحب نظران درسته یا نظر آقای اژه‌ای درسته یا قاضی صلواتی، کدومی که نادرسته؟ آن نظری که بیشتر به حقوق انسان نزدیکه این نظر درست، یا منطبق به حقوق انسان که یکی از اون حقوق حق حیات، اون مرجعی که میگوید اعدام نمیشود کرد، یا من بعضی موارد خدمتون عرض میکنم که جمع آوری کردم، یا به این شرایط میشود که اون شرایط اصلا اجراش غیر ممکنه، پس اون خیلی نزدیکه به حق یا منطبقه به حق، به حقوق انسان، و اون نظر درسته. اون نظری که میاد راحت میگه که نه، میشود کشت و به این دلیل، چون ایشون توهین کرده است به شخصی به نام رهبر مطلقه، 2 سال زندان داره تا بگیر برو بالا تا اعدام. خب این رو نمیخواند، همخوانی نداره با حقوق انسان، همخوانی نداره با عدم خشونت، همخوانی ندارد با جامعه‌ای که میخواهد تحول کند به طرف دموکراسی. پس این نفع میشه این ذهنیت. حالا تو قوه قضاییه ما بسیاری قوانین هستن که اینا نافی حقوق انسان هستن، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق خانواده، حقوق جزا، اینها باید تغییر ساختار بده، منطبق بشه با حقوق، بسنجن که این کودک مثلا چه نقشی داره. بعد جامعه شناسان اجتماعی میان، بعد روانشناس میاد، روانشناس کودک باید بیاد، قضات باید بشینن بگن کجاش این میخوره به حقوق، نمیخوره به حقوق، این حقوق کودک رو مثلا باید در نظر بگیریم به چه شکل، نقش مادر چیست، نقش پدر چیست، و این رو میارن قوانین رو به طرف این که انسان، یعنی اون انسانی که به نام کودک است، از حقوق خود برخوردار بشه. بقیه شرایط هم به همین طرف. حالا در ایران از روزی که انقلاب شد دو تا اتفاق افتاده، یکی قبل از این که بهمن 22 بهمن 57، یکی بعدش. قبلش اینه که آقای خمینی میگه همه احزاب آزادن، پوشش برای زنان آزاد است، انتخاب پوشش، تحصیل آزاد است برای زنان، شغل برای همشون آزاد است، حتی میتوانن رئیس جمهوری بشوند. آزادی ها گفتن از چه نوع؟ گفته همین نوعی که مثلا در فرانسه هست. حتی واقعا ما خیلی بیشتر از این میخوان، اینا تازه کمه. اونا رو هم توضیح داده، احزاب هم گفته، همه رو گفته. مردم گفتن خب اگر اینها میخواهد بشود که ما قبول داریم، او رو به عنوان رهبر پذیرفتن، جامعه تحول رو ممکن کرده و انقلاب شده. خب حالا باید کیه که عمل کنه به حقوقش؟ آقای خمینیه که تعهد سپرده، ملت که قبول کردن، حالا ملت قبول نمی کردن که انقلاب نمی شد که. پس این مردم آزادی رو می خواستن، استقلال رو می خواستن، آزادی ها رو می خواستن، رعایت پوشش که به نظر من حد اقل انتخابیست که یک زن داره، این همه به صلاح حقوق او از بین میره، اصلا نادیده گرفته میشه. این رژیم چسبیده به این که همه رو ول کرده زیر پوشش، اون زن رو از حقوق خالی کرده، این رو باید در نظر گرفت. ولی اون رو هم توضیح داده شد و مردم پذیرفتن، از مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتی و هر کس در ایران هست، بهایی و همه، که نه این حرفا مانع زندگی ما نمیشه. اومده آقا ایران در همون روزهای اول، روزش من دقیقا نمیدونم، ولی برمیگردم به کتاب آقای خلخالی که میشود حاکم شهر، و میگوید در روزهای اول انقلاب، یعنی انقلاب پیروز شده، آقای پسر خمینی تماس میگیره از طرف پدرش با خلخالی که شما رو پدر من میخواهد بکنه حاکم شهر، و آقای خلخالی میگه که خب به آقا بگید در این کاری که به من گفتید انجام بدم خون خوابیده، و او میگه نه، آقا گفته که ما از شما پشتیبانی میکنیم. حالا این کلمات و جملهش نیست، ولی محتوای حرف اینه. آقای خلخالی رفته شروع کرده به آدم کشتن، از تخریب و کشتن و جنایت. بعدم تو کتاب خاطراتش 500 تا اسم رو میاره
که در مجلس وقتی رفت گفت من چه کردم، یه عده بهش انتقاد کردم، گفت به من انتقاد نکنید که بعضی از شماها خیلی بیشتر از من کشتی. و واقعیت هم بود، بعضی از اون نماینده ها حاکم شهری بودن که اینها جنایت های بیش از حدی کرده بودن. پس یک مبنای شروع شده. این مبنا چیه؟ این مبنا نه این که دین را بخواهن عملی کنن، چون بقیه نظر بقیه فقها چه میشه؟ نه، میخواستن استبدادی رو تحت نام دین به وجود بیارن که خودشون صاحب اون استبداده بشن، یعنی صاحب قدرت در کشور بشن. غیر از این هم نیست، همه استبدادها همین کارو میکنن. مثلا مفسد فی الارض، نه اینکه بگیم فساد در جهان رو فقط آقای خمینی یا خامنه یا حاکم شهر گفته، هیتلر هم همینو گفته، استالین هم همینو گفته. استالین میگوید که اگر سه نفر رو تو خیابون دیدید با هم راه میرن میتوانید بگیرید. بعد گفتم به چه مستمسکه؟ گفت اگه ندارم با هم میرم میخندن، چون میخندن میتونید اونا رو بگیرید، 3 سال تا 5 سال بفرستید اون سیبری بیگاری کنن. مثلا شما تصور کنید هم دیگه نتونه تو خیابون بخنده. و بسیاری از جزاها گذاشته، اینا هست مفسد فی الارض. همه استبدادها این قاعده مفسد فی الارض رو داره. اما یه بررسی که من کردم، این چندین سال قبل هم در کانون یک جلسه در هانوفر داشتیم و 3 تا دونه سخنران بودیم، یک خانومی که از یک کشور دیگه اومده بود الان حضور ذهن ندارم، یا آقایی که برنده جایزه صلح شده بود در سوئد از ایران اومده بود، وکیل بود، و من در رابطه با من به اصطلاح موضوع من اعدام ها بود و چرایی اعدام ها، و اونجا استدلال کردم و مورد قبول هم اون خانم قرار گرفت که جامعه شناس بود، همون آقایی که وکیل دادگستری بود، که حرف شما درسته. و اون که در یک جامعه ای که اگر بگوییم اسلامی است، حالا غیر اسلامیش هم باشه، باید همین شرایط داشته باشه، بر توافق نظر کسانی که حقوقدان فقیه هستن، یعنی اهل نظر مسلمان هستن ولی صاحب نظر هستن، میگوین قاضی باید 18 صفت داشته باشه. 18 صفت، از صفت که دروغگو نباشد، امین باشد، عادل باشد، از همه علوم بهره برده باشد و الاخر، و اینکه زیر بار زور ظالم نرود، حکم رو به حق بده. یعنی اگه یک کسی هم که ظلم داد کرده خیلی قدرتش بالاست، تحت تأثیر او قرار نگیره. اینا رو باید یه قاضی داشته باشه. حالا جامعه چی؟ جامعه میگوید که باید از رفاه اجتماعی کاملا برخوردار باشه، که دوزی میدم در هر زمینه. از لحاظ فرهنگی باید همه امکانات رشد فرهنگی، دادن نظر، آزادی بیان و عقیده و مرام و همه اینا باید ممکن باشه. از لحاظ اجتماعی میگوید که باید وضعیت اجتماع به گونه‌ای باشه که کسی بر کسی تبعیض نکنه. شما وقتی مجموعه اینا رو نگاه می‌کنی میگی خب یه تصویری از بهشت. و توی همچین وضعیتی که اگر باشد و یه کسی بگوییم حتی به عنوان که جنون داره میره جنایت میکنه، بازم حکمش اعدام نیست. اون قاضی بر اساس اون علمی که داره و اون به صفت قاضی که پیدا کرده، باید اون مجرم رو بفرسته یه جای تیمارستان، بگن رسیدگی به احوال روحیش بکنن تا حالش خوب بشه برگرده به جامعه. و از همه اینها بالاتر، بر اساس قرآن که میگوید قبل از این در کتاب‌های دیگه اومده، یعنی دیگر ادیان اومده که چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش، این شکلی بکشن، اینطوری میکنن، اینطوری میکردن، میگوید ببخشید بهتر است. بخشش رو اساس قرار میده. این رو عده‌ای هم به این قائل هستن. حالا در کتابی که هست آقای بنی سعد در سال 62 انتشار داده، در اونجا دفاع میکنه از اینکه اعدام نباید باشه، شکنجه نباشه. تمام این صحبتی که من خدمتتون عرض میکنم خیلی وسیع و دقیق توضیح داده و در اونجا جمع‌آوری کرده برای اینکه تمام اعدامهایی که در اون سالها میکردن، سالهایی که الان ما سالهای اگر مقایسه کنیم امروز
ایران که بیش از حد خشونت ورزیده میشه مقایسش کنیم با سالهای 60 61 62 63 امروز میگیم عجب روزگار خوبی است، در چون اون موقع دوست با دوست حرف نمیزد، فامیل با فامیل حرف نمیزد، از بس که اینها آدم گرفتن و کشتن و به زندانهای دراز مدت انداختن با شکنجه های سخت. الان وضعیت تغییر کرد، نه که بگیم خوب شده، نه، لیستی که سرکار خانم خوندن آدم واقعا اصلا تعجب میکنه که این همه جنایت. اما برای این که شما، یعنی شما که منظورم اسم یک مستبدی بخواهد حاکم بشه، این مستبد نیاز داره به خشونت بیش از حد، اما با یک دلایلی. دلایلش اینه که ایشون فاسد کننده جهان است در اقتصاد، در اجتماع، در فلان فلان، و بر اساس این میتواند حکم اعدام بگیره. کی براش حکم اعدام میده؟ شما از آقای خلخالی که نگاه کنید که حاکم شهر خمینی است، آقای لاجوردی، آقای گیلانی، اینها همشونه که نگاه میکنه میبینه یک سری آدم کشهایی هستن که اینها درسی هم در این زمینه نخونده بودن، بسیار جوان مسئول شدن، ولی آتش قدرت در خدمت قرار گرفتن برای استبداد، و استبداد از اینها استفاده کرد که دشمنان یا مخالفین خودش رو بکشه. همینطور که هیتلر هم داشته، همینطور که استالین هم داشته، موسولینی هم داشته. تا این دوره ما هر کسی بخواد مستبد بشه سریع نیاز داره که قوه قضاییه رو در خدمت خودش داشته باشه. حالا کلیت قوه قضاییه نیاز نیست. حالا شما نگاه کنید آقای اژه‌ای که خودش جزء آدمکشا بوده در این رژیم، شده رئیسش، رئیس جمهوریش، آقای رئیسی خودش رئیس قوه قضاییه بود که اصلا نمیشه کسی از رئیسی یه قوه به یه قوه دیگه بره، اومده شده رئیس. ایشون نوارش هست، ببخشید، ایشون نوارش هست که رفته با آقای نیری و دو نفر دیگه که الان حضور ذهن یک دفعه ندارم و صحبت کردن با آقای منتظری سال 67 که آقای منتظری شما اجازه بده در هفته شهریور 67 در یک جلسه ایست، حالا اونا یواشکی فیلم اینا رو گرفتن صداشون هم ضبط کردن، که اجازه بدهید که ما 200 نفر دیگه رو بکشیم تا این قائله تموم بشه، و او سخت به اینها میپره که من این یک این جنایت تاریخی است و من با شما همراه نمیشم، یعنی نفی میکنم. یعنی آقا رفته حکم کرده 200 رو کشتن، بقیه رو هم کشته بودن، شده رئیس جمهوری کشور. برای چی؟ برای که نیاز استبداد اینه که خشونت بیش از حد. حالا امروز این ملت ایران چی میخواد؟ چی میخواد واقعتش؟ میگه آزادی، آزادی، آزادی میخواد. میگوید من امنیت میخوام. میگوید من رفاه اجتماعی میخوام. من رفاه اقتصادی میخوام. نه اینکه مرفه زندگی کنم. آقا 27% جامعه ایران رو بر اساس سازمان به اصطلاح بهزیستی گفته زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن، یعنی از حداقل امکانات اجتماعی برخوردار نیستن. خب این باید به کی اعتراض کنه؟ یه جور اعتراض بکنه دیگه. دوم اینکه انقلاب ها موقعی ممکن میشن، من افسوس میخورم برای اونها که انقلاب 57 رو میگن شورش، آخه اصلا یه حرف بی‌معنی است. انقلاب باید در سطح جهان امکاناتش ممکن بشه، نه در جهان، هم در داخل، و جامعه خودشو در یک بن‌بست حس میکنه و در یک خشونت بیش از حد، مجموعی از خشونت ها که برای اینکه از این نجات پیدا کنه دست میزنه به اعتراضات، که این اعتراضات میره میشه یه انقلاب، یعنی تمام ساختارها رو میخواد تغییر بده. حالا در ایران اعدام کردن، بالاترین اعدامی که حکم دادن محاربه هست. اجازه بفرمایید من لیستمو برای شما آماده کنم. محاربه هست و چیز دیگری که گفتن این هست که اینها به عنوان مفسد فی الارض باید که اعدام بشود. خب اول اینکه بعد از گفتگوها و این صحبتی که شده عده‌ای مخالفت کردند. مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم اطلاعیه داده، گفته در
در مخالفت با ادامه یه بیانیه صادر کرده و در اونجا تصریح کرده. این مهمه، صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست. خب آقای مقتدایی که سابقاً رئیس دیوان عالی کشور بوده و دادستان کل کشور بوده، گفته که در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی شود و فقط با یک نفر درگیر می شود و آن فرد محارب نمی گویند. اگر محارب کسی را بکشد حکم اعدام دارد، اما اگر فقط تهدید کند، که در بسیاری موارد گفتن نبا چاقو تهدید کردن یا زخمی کردن، تهدید کند و بترساند، حکم اعدام ندارد. آقای محمد علی عیازی، یک عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم، گفته در ایلنا اومده این گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او میخواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذارید. در مسئله مهمی مانند اعدام، احتیاط در خون مطرح است. اینکه یک وکیل مستقلی بتواند دفاع کند و دادگاه به صورت علنی باشد و هیئت منصفه‌ای حضور داشته باشند مهم است. اگر این اتفاق نیفتد، نه تنها اثر مثبتی برای حفظ امنیت بر جای نخواهد گذاشت که موجب افزایش چرخه خشونت خواهد شد. آقای محمد رضا رحمت، بسیاری افراد دیگه هم جمع‌آوری کردم، رحمت عضو دفتر استفتاءات روح الله خمینی که اوشون جمع‌آوری کرده هست تمام نظرات و چیزایی که آقای خمینی گفته، هم اعلام کرده که حکم جرم‌های مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخصی مقابل اعدام نیست. حالا آقای برهانی وکیل دادگستری حوزه علمی قم، اون تحصیل اونجا کرده، اون هم بر همین، خانم صدیقه وسمقی هم به همین ترتیب و کسان دیگه هم اومدن و توضیح دادن که نمیشه همینطوری اعدام کرد. اینها از حوزه فکری خودشون هم. شما خارج از اون حوزه که مثلا من مخالف حوزه فکری ولایت فقیه هستم و سیستمی که حاکم هست، 100% میگیم این کار نباید بشه. اما نیاز استبداد در حال حاضر اینه که با وحشت بیش از حد حاکم بشه. شما نگاه کنید، تا سال 60 یک ذهنیتی در ایران بوده برای دفاع از اینکه بگوییم مشکل اعتیاد رو چه شکلی حل کنیم. گفتن اعتیاد یک نوع بیماری است، مخصوصا در دوره آقای بنی صدر رو این خیلی فعال عمل کردن. قبلش میگفتن که نه، این یک جرم اجتماعی است. در دوره ایشون گفت نه، این یک بیماری است، این با بیماری اجتماعی رو باید مشکل رو همگان حل کنیم، یعنی مسئله در کل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی حل بشه. بعد از کودتا چیکار کردنش جرم اجتماعی. برای 3 گرم هروئین نگهداری، مصرف و انتقال او حکم اعدام صادر کردن. گفتن با این کار میشه جلوی این اعتیاد گرفت. الان 4 میلیون معتاد در کشور داره و یک مافیای بسیار عظیم که باید این 4 میلیون اداره کنه و درآمدهای سرشار رو از کشور خارج کنه، ببره به خارج، برای که ایران امنیت براش نیست. مشکل حل شده؟ مشکل حل نشده، مشکل بزرگتر شده. حالا در برمیگردم به متون باز که یک چیز توضیح میدم و در خدمت شما عزیزان هستم. مفسد فی الارض، که فساد در زمین هست، این همچین حکمی در قرآن وجود نداره که کسی مفسد فی الارض است. من این رو از عین متن میخونم برای شما. فساد در زمین عنوان هیچ جرمی نیست. به سخن دیگر، جرمی به اسم فساد فی الارض وجود نداره. مجازاتی هم در قرآن برای آن مقرر نشده است. پس چگونه است که اشخاص را به عنوان مفسد فی الارض اعدام میکنند؟ این کار مثل خلاف ها و جنایت های بسیار دیگری است که واقع می شوند. خب حالا میام یک متن رو بذارید این براتون کاملش کنم در توضیح
در میگوید که به اصطلاح اجازه بفرمایید، در حقیقت برای اینکه عملی فساد در زمین تلقی شود باید جرمی از جرائم یا جنایتی از جنایتها یا خیانتی از خیانتها یا خطایی از خطاها و یا تجاوزی از تجاوزها به حق یا حقوقی از کسی و یا کسانی و جامعه‌ای باشد. اینها هستن اعمالی که می شود به اصطلاح مفسد فی الارض. اگر اما سه تا مسئله هست که اونجا میگه در قرآن پیشنهاد شده، مفسد فی الارض، در ایمان نیاوردن به حق از راه دروغ، اینها رو میگه اینا مفسد فی الارض هستن، اسطوره سازی و اسطوره پرستی و شرک و کفر که اکثر این مسئول نظام در حقیقت این شامل حالشون میشه، شکستن عهد خدا و نفاق که بازم مسئول نظام. اما میگوید همه افراد جرم جهانی ندارن، اینا در مقابل خداوند پاسخگو هستن. و چه شکلی شد که یه دفعه اینا شدن مفسد فی الارض، شما میاد همه رو میگیرید اعدام میکنید؟ این یه چیز عجیبی است توی وطنی که ما داریم که اینها این کار انجام بدن. برای اینکه ببینید هر استبدادی شما در جهان نگاش کنید، این خودش میچسبونه به یک نظریه و اون نظریه رو وسیله این میکنه که بقیه رو بزن و اون نظریه رو میگه من فقط میفهمم. مثلا شما از مارکس و لنین شما شروع کنید، بیاد تا استالین و بیاد تا گورباچوف، اینا همش مارکسیستن دیگه. شما کنه استالین 60 میلیون آدم رو کشته، آقای مارکس میگوید باید در خدمت کارگر باشی، آقای لنین میگه نه باید حزب کارگر، طبقه کارگر درست کنی، دیکتاتوری درست کنی، مسلط بشی بر جامعه. آدم تعجب میکنه با این نظریه برای چیه. بلکه لنین نیاز داره که یک استبدادی رو مستقر کنه، میگه حزب باید ساخت و دیکتاتوری طبقه کارگر. آقای استالین برای اینکه مشکلات کشورش حل کنه میگوید که باید که هر نفری که میخنده رو حتی در خیابون ببریش، به گفته خانم هانا آرنت، در به اصطلاح تبعیدگاه و اون بلاها رو سرش بیاره. اینها هم به همین ترتیب. من به عنوان کسی که مدافع حقوق انسان هستم شدید مخالف اعدام هستم، شدید مخالف شکنجه هستم. این نظامی که در ایران هست رو نه اسلامی میدانم نه جمهوری میدانم، چون هر کاری که در اسلام هم میگه انجام ندید اینا به راحتی انجام میده، هر نوع فسادی که میگه انجام ندید اینها انجام میده. جمهوری هم مطلقا نیست، آزادی ها هم درش در حد اقلی که انسان ها بتونن یه حرکتی بکنن هست، بیشتر از اون هر گونه حرکتی کسی بخواد بکنه، مخالفتی بکنه، اعتراضی بکنه، ابتکاری بکنه، خلاقیتی بخواد نشون بده، دفاع از حقوق انسان بکنه، از حقوق جنگل بکنه، از حقوق حیوانات بکنه. من فراموش نمی کنم که در منطقه فارس یک تالابی که خشکیده بود، یعنی به گل نشسته بود، این فلامینگوهایی که مهاجر هستن در اونجا رفته بودن نشسته بودن و به گل نشسته بودن. عده‌ای که مدافع حقوق حیوانات هستن از شیراز بلند شدن رفتن تو این مرداب‌ها، یعنی در این تالاب‌ها، اینا رو کشیدن تو گل بیرون و اومدن مصاحبه کردن که آقا این تالاب خشکوندن، این تالاب منطقه رو از بین، اعتراض کردن، همشون رو زندانی کردن. شما فرق نمی‌کنه به کدوم بخش از حقوق بخوای دفاع کنی و اعدام رو وسیله کردم برای این کار. میشود اعدام کرد؟ بله، با زور و خشونت هر کاری میشه کرد. درست کاری که میکنن خیر. حالا چرا در این مقطع تاریخی دارن این کار انجام میدن؟ چون یه جنبشی برخواسته خواهان حقوق از دست رفته است. این واقعیت جامعه ماست. همه برخواستن. نه که میگم همه، یعنی یک وجدان اجتماعی برخواسته. حتی هفته قبل تا پنجشنبه میگفتن نه خیلی جنبش ضعیف شده، یک دفعه جمعه دیدیم که در زاهدان مردم اومدن، زن و مرد به اعتراض، در خوزستان هم به همین ترتیب. پس وجدان اجتماعی بیداره، زنده است، با سرکوب بیش از حدی که این نظام داره میکنه دیگه. شما نگاه کنه از کسی که چشمشو بستن میخوان ببرن اون رو اعدام کنن،
میبینید که یا سوزن بهش زدن بی خیاله، یا اینکه نه در کمال آرامش میگه حتی برای من گریه نکنیم و میدونه دارن اعدامش میکنن. او پدر بر مزار فرزند خودش گریه میکنه، میگه که این فرزند خودم رو برای آزادی وطن دادم من. آدم چه شکلی اصلا این صحنه ها رو ببینه؟ ولی مردم ایستادن تا تحول بشه، نیستی در مقابل مستبد، مستبد خشونتش رو چند برابر میکنه، اما اگر بیستی او تصور میکنه خب دیگه آینده ندارم، من باید بروم. و کاری که در مقابل مستبد نباید کرد، باید شدید از حقوق دفاع کرد، باید انواع و اقسام ابتکارات رو کرد تا جامعه همه بسیج بشه، همینطور که الان جامعه جهانی پشتیبان مردم ایران شد، اما ابزار دست استبداد نشد. گفت تو میزنی، حالا منم میزنم، چون برای اینکه میخوام بزنم من یه نفرم، او که میخواهد بزند هزار نفره، اما اون کسانی که میخواهم بزنن از وطنن، اون به اصطلاح طرف مقابل که نیروهای این نظام هستن. اینها باید پیش خودشون میشنن یه فکر بکنن، یا من در ادامه این استبداد که میرود با این مردم باید زندگی کنم، یا اینکه از شرمساری باید برم توی چاله خودم رو قایم کنم. پس بنابراین باید تصمیم بگیره، اکثرا تصمیم میگیرن که بیان این طرف، نه اینکه فقط به طرف مردم منظورم، نه اینکه فقط در ایران باشه، در کشورهای دیگه هم همیشه همینطور بوده. و بزرگترین کاری که باید بشود در زمینه خشونت زدایی بعد از این نظام، الان یک وجدان جمعی در ایران بیدار شده که اعدام رو نفی میکنه، که اعدام باید از بین برود. و ما پیشنهادی که سالهای قبل دادیم برای یک تشکیل جبهه، یکی از اساسش اینه که کسانی که مدافع این هستن که حقوق انسان در ایران برقرار بشه باید به اعدام نباشه، و در قانون اساسی هم که پیشنهاد کردیم یکی از رکنهای اصلیش اینه که از روز اول اعدام و شکنجه برداشته میشه، و اینکه حکم اینکه کسی به صفت اینکه یک نظریه داره، عقیده داره، وجود نداره، همچین جرمی برای کسی وجود نداره و این باید از بین بره. البته جامعه ایران تحول بزرگ کرده، در سال 57 میکشم میکشم آنکه برادرم کش، وای به روزی که امام حکم جهادم دهد، و اینها خیلی زیاد بود. فراموش نکنیم اکثریت احزاب هم مدافع این بودن، احزاب چپ که همه قهر انقلاب رو یک اصلا روش صحیح میدونستن، بکش بکش. آقای خمینی گفت اگه کشتن کشتن من بهتر میتونم بکشم، و یک جنایتی رو در کشور نهادینه کرد. امید که با کوشش هایی که ما میکنیم و دفاعی که ما از حقوق میکنیم و مدافع این هستیم که اعدام نباشد، شکنجه نباشد، آزادی ها در همه زمینه ها باشه، این وجدان در کشور آنچنان بیدار بشه که به راحتی بشه حکم اعدام رو برداشت. یک، بنیادهای دینی و بنیادهای ایدئولوژیک هیچ نقشی در قدرت نداشته باشن که به خاطر اینکه قدرت خودشون رو به دست بیارن مستمسک پیدا کنن برای اینکه انواع و اقسام کشتارها و جنایتها رو وسیله کار خودشون بود. از حوصله شما خیلی ممنونم، در خدمت شما هستم، اگه پرسشی سوالی باشه جواب بدم. ممنون جناب آقای گلزار، فوق‌العاده صحبت‌هایی کردید که شاید من نوعی که خودم یکی از اشخاصی هستم که واقعا در قبال جرم اعدام خیلی تحقیق میکنم، ولی که واقعا نمیدونستم که اصلا جرمی به اسم مفسد فعل ارض حتی توی قرآن مجید نیست. این یک واقعا این جلساتی که برپا میشه این یه حسنی داره که من و شما و کسانی که واقعا بلد نیستیم بعد از احکامی که خود جمهوری اسلامی ایران اسمش رو جمهوری اسلامی گذاشته، خودش رو بر مبنای قرآن و دین قرار داده، ولی با وجود همه اینها از خودمون قرآن هم تبعیت نداره. خب دوستان با توجه به صحبت، من یک جمله بگم، شما باید یک کاری بکنید تا اون کار مثلا آسیب برسونه به یه نفری یا به هر ترتیب، بعد مجرم میشوید. من اگه یه عقیده رو قبول کنم یا نقد بکنم یا خدای رو قبول داشتم که نداشتم که میشه مفسد فی الارض،
در مقابل کی پاسخگوه؟ طبق قرآن میگه در مقابل خداوند. حکم برش نیست. در اینجا نمیگه، میگوید شما وقتی در رژیم به اصطلاح آقای خامنه ای میگوین شما جرمی که مرتکب میشی که قبول نداری، یعنی ضد ما میشی، چون من نماینده خدام. این تو کلیسا برای چی حاکم شد؟ چون هر کسی که هر کاری میکنه گفت تو در مقابل خداوند ایستادی، چرا که من پاپ سخنگوی خدا هستم، نماینده خدا هستم بر روی زمین، یعنی من عین خدا هستم. خب هر کی هر کاری میکرد میگرفتنش، حتی تو خونش یه گربه سیاه هم داشت میگرفتنش. چرا گربه سیاه داری و الی آخر؟ یعنی که این از اینجا شروع میشه. مفسد فی الارض نیست که، حالا اونم که یه عقیده و نظری داره، اون عقیده و نظر برای انسانه دیگه، انسان که برای عقیده و نظر نیست که. وقتی دید که این عقیده و نظر خوب نیست، خودشو تصحیح میکنه، تغییر میده. اگرم نداد، یا جامعه تردش میکنه، یا اگه خلاف کرد، یه قوه قضایی هست که باید به کارش رسیدگی کنه. میبخشید من خواستم اینا توضیح کامل. ممنون از شما، خیلی متشکرم بابت توضیحات جامع و کاملتون. جناب آقای شایگان میخوان در قبال صحبتایی که شما فرمودید صحبت کنن. آقای شایگان مایک برای شما آزاد هست، میتونید صحبت بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. درود و عرض ادب خدمت شما همکاران عزیز، همطور آقای گلزار. تشکر می‌کنم از آقای سنگری بابت کلیپ خوبشون، همطور گزارش شما خانم مباشری گزارش کاملی داشتین. از آقای گلزارم بابت توضیحاتشون تشکر می‌کنم. یک صحبتایی در خلال صحبتتون آقای گلزار فرمودین که بعضی از فقها اعتراض می‌کنن به اعدام‌ها و اینا، بعد ولی خب ما میدونیم که خب توی اسلام به هر حال قصاص و اعدام وجود دارد، حالا نوع جرمش زیاد مهم نیستش که محاربه است یا فساد فی الارض یا هر چیز دیگه ای، ولی اعدام در اسلام وجود دارد. حالا من میخوام ببینم که شما منظورتون از اینکه بعضی فقها مخالف اعدام بودن و فلان، یعنی در کل اصلا مخالف این آیه های فراوانی که توی قرآن وجود داره که قتال کنید و فلان، یعنی مخالف اونا هن یا نه فقط تو بخش محاربه مخالفن؟ ممنون اگر توضیح. من ببینید یک عده هستن که در این کشورهای اسلامی اعتقاد دارن که هر جمله ای رو در ارتباط با جمله های دیگه نباید خون. اینجا یه جمله اومده بکشید، مثلا میگه آقا این بکشید، میگه در جنگ که یه کسی به شما حمله کرده، شما رفتید دارید دفاع میکنید، برید سران اون ارتش رو بزنید، نمیگه که برید آدم ها رو بکشید. یعنی شما واقعا یه سرباز چی کاره است؟ سرباز که با سرباز درسته میجنگه، ولی اکثر ارتش ها برای پیروزی میرن افسران ارشد رو میزنن، چون اونا هستن که مدیریت میکنن ارتش. او میگه نه قبول ندارم. وقتی ربط ها رو کسی قبول نداشته باشه کار نمیشه کرد. به اون کسی که میگوید، چون قبل از خوز میخوام قبل از اسلام مثلا یکی میرفته یکی رو میکشته نمیکشته، میاد میگه که نه شما یکی در مقابل یکی میشماره، اگه گوش دادن یه گوش، مثل میگه مثل کتاب‌های قدیم، اگه چشم دادن یه چشم، اگه یه نفر کشتن یکی، اما ببخشید بهتر است که خداوند این رو میخواد. من نم چرا این سه تا چهار تا کلمه آخر کسی نمیخواد قبول بخونه؟ چرا؟ میگه این کار بهتره دیگه. میگه این در گذشته این روش بوده، حالا اینا میگن نه این روش بوده منظور نیست، اگر بود که یه جوری دیگه میگفت، باید چه شکلی بگه. میگه در موقع جنگ اعمت کفر بزنه، یعنی سران نظامی رو آنی می جنگی که متجاوز دیگه دست از جنایت برمی داره، دیگه حق نداری تجاوز کنه. اینا شد دیگه آقای خمینی فراموش میکنه، میگه که جنگ جنگ تا پیروزی در جهان. آقا میبخشید تو در خود کشور نمیتونی پیروز بشی، پیروزی تا
رسیدن نمیدونم تا فلسطین و فلان، که یعنی چه؟ یعنی تو میخوای جهانگشایی کنه دیگه، یعنی میخوای حمله کنه. اینا دیدگاه مختلفه. حالا تو همون حقوق بشر هم یه عده هستن که میگوین ما مدافع حقوق بشر هستیم، جامعه شناس هم هستن، ولی میگن خب خانم ها البته یه سری معایب هم دارن که فرق میکنند، یعنی حقوقشون رو ضایع میکنن. حالا میری میگی جامعه شناس هم از تو عصر ماست داره چیز میکنه، مثلا نظر داده، دیدگاه ها فرق میکنه. حالا مثلا این آقایونی که در اصلاح طلب بودن و تمام مدت اومدن دفاع کردن از این نظام، هیچ کنم که به استناد قرآن و فلان که نمیکنن، که میگه یک موقعیتیست، یه برخوردی هست بین قدرت و ما، ما ببینیم چه شکلی میتونیم نقش در این قدرت پیدا کنیم، که بعدش هم یه جمله اضافه میکنن، تأثیرگذار باشیم به نفع مردم. ما تأثیر ندیدیم از این. اینا ضد حقوق عمل کردنه. حالا این که من آوردم از این که نظر آدم های مختلف رو، برای این که یه چیزی رو ما باید توجه کنیم. ببینید من مثلا باور یهودیت ندارم، بودایی ندارم، حالا اونجا رو میگم بودایی ندارم، ولی در ذهنیت بودایی مثلا یک طرز تفکری هست که این خیلی نزدیک به حقوق بشری که من اعتقاد دارم بشه، و من با او خیلی احساس یگانگی میکنم، در هر دینی باشه، در هر مرامی باشه احساس یگانگی میکنم، و وقتی نباشه احساس یگانگی وجود نداره. ما دعوا با عقیده و مرام ها نداریم، نقد عقیده و مرام ها باید کرد، باید افشا کرد کجا جنایت میکنید، فساد میکنه، جلوشونو گره. حالا یکی هم شده متولیش، خب متولیه باید جواب بده دیگه، اگر هم نداره بره خودشو تصدیق کنه جواب بده، غیر از این نیست. منم اینجا در مقام این نیستم که بگم چه دینی خوبه چه دینی بده، هر کسی هر مرام داره برای خودشه. ما تحلیل میکنیم و از مسئله اعدام رو که حتی بر نظر عده از خود فقهای خود اینها، عملی که اینها انجام دادن، جدیداً خوندم براتون این چند تا مثالی که آوردم، اون مقاله خانم جالی وفا الان انتشار پیدا کرده تو گویام، تمام این موارد رو رفته جمع‌آوری کرده خیلی دقیق، که خب همچین نیست که همان باشون موافق باشن اینها. هر کسی که مخالف خودشون بود چرا دادگاه ویژه روحانیت درست کردن؟ برای اینکه هر کی از خودشون هست مخالف شد، برن از صحنه بیرونش کنن، قانونی بیرونش کنن. اولین کاری که باش میکنن خلع لباسش میکنن، یعنی تازه میشه مثل ما. این دیگه خیلی جرمه، یعنی ما که لباس کت و شلوار تنمونه و خانمایی که مثلا اینا، ما دیگه خیلی تحقیر شده ایم چون پایین تر از اونا هستیم. اولین خلع لباسش میکنن، دو ممنوع کارش میکنن، سه تبعیدش میکنن، زندانش میکنن. الا الان یک آقای بود در کلاب هاست میمد، دو تا فوق لیسانس داشت، لباس روحانیت هم داشت، به اصطلاح لباس آخوندی داشت، دفاع شدید میکرد از حقوق بشر و اگزیستانسیالیسم، و منم خیلی مشترکات باشاشم، در یه زمینه های نداشتم، به جاهای متوجه نبود، مشروعیت به نوعی از خشونت میداد که من باش توافق نداشتم. خب این آقا به خاطر که ابراز نظر کرده و در دانشگاه کار میکرده، جدیدن دو سال بهش زندان دادم، گفت اولین کاری هم که با میکنن لباسمو دیگه از این بعد من اجازه ندارم بشه. من بهش گفتم خوشگال نداره که، چه اشکال؟ گفت نه من ناراحت نیستم، من جزو معدود آخوندهایی هستم که با این لباس ضد نظامم، اما وقتی اینا درش اوران دیگه میشم مثل بقیه که مخالفم، تا موقعی که اجازه بدم میخوام توش بمونم و مخالفت کنم. خب حالا اونم یه آدم دیگه، اونم تشخیص داده که باید با اینها مقابله کرد. البته در تمام دین ها کسانی که متولی دین بودن در اون دوره‌ای که تحول میشه باید خودشون رو تغییر بدن، همونطور که کلیسا خودشو تغییر داد، یه دفعه از کاتولیک اومدن شدن پروتستان، و بسیاری از خرافاتی که کلیسا کاتولیک داشت گذاشتن کنار، بسیاری از خرج های بیش از حدی که کلیسای کاتولیک میکرد گذاشتن کنار، اومدن به طرف مردم تا بتونن نگه دارن خودشون رو به عنوان یه مرام، چون دین چیزی غیر از مرام نیست که، عقیده هم همین، هر عقیده یک نوع مرام است. من میخوام زندگی ما سامان بدم باید بر اساس یه روش، اگر دفاع از
بکنم از حق حیوانات، دلم نمیاد کسی یه حیوانی رو اذیت کنه. من دوتا بچم و همسر من همشون وگیتاریش هست، گوشت نمیخورم. دختر من از 11 سالگی شده به اصطلاح گیاهخوار، پسر من اون از 12 سالگی شد گیاهخوار تا حالا. حالا دختر من که الان 10-15 سالم هست شده وگان، یعنی اصلا دیگه هیچ گونه گوشتی نمیخوره. حرف اصلیش اینه که من مدافع حقوق حیوانات هست. همسر من هم اونم شده، من هم گوشت نمیخورم. نمیگم خوبه، نمیخورم. حالا یه دفعه اگه توی مهمونی باشیم بودم، نمیگم که حالا این گوشت رو جدا میکنم حالا آبشه میخورم. نه، خانم من میگه من اونم نمیخورم، اشکال نداره. ولی اونجا آدم میتونه اگه من مدافع باشم از حق حیوانات دفاع کنم. آدم باید یه اصول داشته باشه. هر کسی این اصول رو در یک نظریه، در یک بینشی، در یک دینی پیدا میکنه. و بهترین کار اینه که اون دینها و عقاید رو نقد کرد، تا اون آدم ها آرام آرام یاد بگیرن خودشون رو تغییر بدن. من با خانم هایی بوده که محجبه هستن، حقشون هر نوع پوششی میخوان داشته باشن، دوست داشتن بحث کنیم. تمام نظرات آقای بنی صدر، آقای ترکاشوند و آقای جعفری رو برای اینا گفتم، مقالات خودم هم توضیح دادم. او خانم میگه درست میگید شماها، ولی سخته برداشتنش. پس یه محظورات اجتماعی هم داره دیگه، اینو خانم‌ها بهتر متوجه میشه. داره آدم که حالا برداشتن چه شکلی برداریم یا بر نداره. باش نمیشه جنگید، او باید خودش بپذیره که چه نوع پوششی رو میخواد داشته باشه و چگونه زندگی کنه. این مهمه که چگونه زندگی کردن رو ما باید انتخاب کنیم. و حق هیچ حاکمیتی نیست که با هر نوع خشونتی جلوی چگونه زندگی کردن ما رو بگیره. این استقلال منه که چگونه زندگی کنم و آزاد هستم نوعش من انتخاب. حالا میشه دیگری رو نقد کرد. در زناشویی هم عین همینه. اون زناشویی هایی که سعی میکنن همسر خودشون رو با شکلهای مختلف تغییر بدن، توش بیشتر برخورد. اما به هر کی بپذیره که ما اختلاف نظر داریم ولی با اشتراکات میتونیم با هم زندگی کنیم، و زندگی خیلی قشنگ میشه. امیدوارم که پاسخ داده باشم. ممنون از شما جناب آقای گلزار. آقای گلزار، من اینجا یه سوال برام پیش اومده در رابطه با این افراد کشته شده. ببینید، خب در دولت جمهوری اسلامی ایران دارن خب افرادی رو متهم میکنن که اشخاص دیگر رو کشتند و یا اشخاصی رو به قتل رسوندن یا هر چیزی، و حکم محاربه دارن بهشون میدن یا حکم اعدام. اما در این میون بسیجی ها و سپاهیانی که در ایران هستن و دستشون هم سلاح گرم، و ما متاسفانه مردم ایران بدون سلاح هستن، افرادی رو به قتل رسوندن از کودکان ما که فکر میکنم بیش از 65 کودک تا امروز کشته شدن. افراد دیگری هستن، از پیر و جوان، از زن و مرد، از هر کسی که شما فکرشو بکنید. خب اگر که ما مجرمیم به عنوان این که رفتیم اعتراض کردیم و الان حکمون اعدامه، آیا این افرادی که اومدن حالا همین ما مجرم ها را به قتل رسوندند، اینها حکمشون چیه؟ چرا فقط اون قضات فقط به نفع خود دولته؟ چرا به نفع مردم کشورش نیست؟ اینا در استبداد آقای سید علی خامنه ای میپرسید حکمشون چیه، یا اینکه در یه دولت آزادی؟ منظورم همون دولت جمهوری اسلامی است که خودشون میگن که ما مسلمانیم، ما چشم در برابر چشم هستیم، جان در برابر جان. ببینید، شما فیلم یا کتاب قلعه حیوانات رو خوندید یا فیلمش رو دیدی؟ خب تو اون قلعه حیوانات چیکار میکنن خوکا؟ میرن یه سری سگ میارن که تربیت میکنن که اینا بتونن اون قلعه رو محافظت کنن، که در حقیقت بخور بخور خوکاست. خب صفت نمیدم که مثلا الاز ارزشی، الاز اون چیزی که اون ترسیم کرده. استبدادا همین روش، نیاز دارن استبداد رو بسازن. چه شکلی میسازن؟ مثلا وقتی انقلاب شده، مردم ایران رفتن این اوین رو آزاد کردن، حمله کردن، در رو شکستن، رفتن زندانی ها هم اومدن بیرون، گفتن که ما زندانی سیاسی نمیخوایم داشته باشیم.
و آقای خمینی هم گفته بود در آینده ایران هیچ کس به جرم عقیده نخواهد داشت. خب پس بنابراین تموم شد. قولم داده بود که آقای خمینی ما این ساواک شاه مردم رو میکشت به خاطر عقیده، ما آزاده، مارکسیسم آزاد است، او آزاد است، همه آزاده. ببینید حرف نزده بود، تعهد سپرده بود. مثل که من شما به من اقبال میکنید میگید که شما حرفاتو قبول دارین، چی کار میخوای در آینده ایران بکنی؟ من میگم این کار این کار این کار، من تعهد میسپارم. فرق میکنه، نظر دیگه نیست. من در حال حاضر دارم نظر میدم و میگم از نظر خودم دفاع میکنم. ولی مثلا 5 میلیون میان میگن که شما بیا و مدیریت کن، من تعهد میسپارم. آقای خمینی تعهد سپرده بود، ساواک از بین رفت، به نام شد ساواما. بعد نیاز بود حراست درست کردن، حراست سپاه، حراست بسیج، یعنی خودشون رو کنترل کنن. و بعد شد بنیاد مستضعفین برای خودش حراست درست کرد، بنیادهای شیشگانه هر کدوم علیه 17 تا دونه حراست در این کشور وجود داره. اینا کی هم؟ همونان که تو اون فیلم تربیت شدن، خوکا تربیتشون کردن، اینا رو تربیت کردن که استبداد رو نگه دارن. استبدادم فقط سید علی خامنه‌ای و بیتمون نیست، اونا که وارد کننده کالا هستن و رانت میخورن از دولت، صادر کننده، اونا که سهام کالا دارن، اونهایی که شرکت های بزرگ رو میرن از دولت دلار بسیار ارزان میگیرن میسازن و از پول دولت استفاده میکنم، اینا یه مجموعه میدن با سپاه با بسیج و غیره، میشه اون قدرتی که در کشور حاکم. خب کی باید نگرش داره؟ چون مردم مخالفن دیگه، هر روز دارن فقیرتر میشن و بدبختر میشن. یه داره تربیت کرده که مردم بزنه، خب حالا این آدم میاد یکی رو هم میکشه، معلومه که تازه اون خوشحاله، میگه بیشتر بکشی. اون به اصطلاح بولتن اطلاعاتی که انتشار پیدا کرد میگه آقای خمینی، عذر میخوام، آقای خامنه ای پذیرفته که 80 نفر میشه کشت، یعنی تا 80 نفر تو آورده. یادمون نره که به بسیجیا گفت که شما دستتون آزاد، هر حکم حکومتی داد به شما، هر کاری میخواد میتون، چیکار میتونم بکنم برای نگه داشتن نظام. پس این که میگن یک بام و دو هوا، در استبدادها یک بام و دو هواست. اگر خودش جنایت بکنه اسمش هست عدالت، اگر من دفاع از حقوقم بکنم، حالا اون که برم آدم بکشم که کار اشتباهی است، خب ولی دفاعم بکنم مجرم هستم. آدم کشتن اون مشکل نیست. ببینید پیروز یک کسی گزارش از ایران من میداد، میگفت که در تهران گفتن در یک خیابون تجمع کنید، ما هم رفتیم به طرف اونجا. وقتی داشتیم میرفتیم بعضیا 10 تا 10 تا به هم چسبیده بودن راه میرفتن، موتور سوارا اومدن با تفنگ گوله پلاستیکی بستن به همه آدمای تو پیاده رو، بعد یه چند تا ماشین بوق زدن، تمام ماشینا رو شیشه‌هاشون رو شکستن با این تفنگای پلاستیکی و همه رو زخمی کردن برای که متلاشی بشن. کارشون انسانی است؟ خیر. نباید این آقا این در آلمان اتفاق بیفته باشه، چیکار میکنن آدما؟ مثلا پوست سرش میکنن، نه که به عنوان پوست منظورن، که ولش نمیکنن، اینو ولش نمیکنن که تو به چه حق تو فنگ برداشتی همه رو زخمی کردی، کی به تو گفته همچی کار رو بکنه؟ اونجا رئیس جمهور آلمان $700 البته عذر میخوام، گفتن شب توی هتل خوابیده و غذا خورده و فلان، 700 تا خرج شده، یکی اینو مهمان کرده و این حق نداشته مهمان کسی بشه. دادگاه شکایت از کن رفت تا اینکه استیفا داد و اصلا برکنار شد. 3 سال هم دادگاهش طول کشید، بعد از 3 سال دادگاه با مجموعه 3 میلیون یورو خرج این دادگاه شد. گفتن بله تمام دلایل مبنی بر این است که ایشون پول خودش داده، میگن امشب مشروب خورده، اصلا این تو زندگیش هیچ وقت مشروب نمیخوره، این فقط آب موز میخوره و اون شب آب موز سفارش شده، از این حرف. برای 700 تا حالا در ایران 93 هزار میلیارد دلار دزدیدن.
محارب نیستن اینها، مفسد فی الارض نیستن، معلومه که نیستن، چون دستشون با این نظام تو دست همه. میگن اگه اینو بگیری اون آقازاده رو باید بگیری، اگه اونو بگیری اون آقازاده رو میگیری. اولین بار که در ایران یک دزدی بزرگ 300 میلیارد دلاری رو شد، حرف از 20 سال پیش، اسم بسیاری از آقازاده ها جزء پرونده بود و این پرونده رو خوابوندن. از جمله فسادهای این بود که اون شخص یه چک فرستاده بود برای دفتر خامنه ای و تو اون چک 200 میلیون تومان هدیه کرده بر دفتر آقای خامنه ای، در دادگاه مشخص شد و او در دادگاه در دفاع از خودش، من در اون رابطه مقاله نوشتم، در رابطه با این کاری که کرده بود گفته بود چون وچی که فرستادم قابل آقا نبود چکمو پس دادم. یعنی اگه مثلا می نوشته 1 میلیارد نگر می داشتن چکا و اینا، می بخشید اگه فساد فعل ارزه و اینها فساد فعل ارزه، ولی در استبدادها حکم ها دوگانه است، به نفع خودشون هیچ حکم نیست، به نفع طرف مقابل تا دلتون بخواد. ببینیم من یه جمله بگم از آقای خلخالی. و آقای خلخالی گفتن که خب شما خیلی از حکم‌ها دادی که احتمالاً اشتباست که آدم ها رو کشی، چون دادگاه‌های 2 دقیقه‌ای می‌گرفت دیگه. خلخالی 2 دقیقه می‌رفت توی یه جایی مثلا 20 نفر رو می‌بردن، پرونده رو نگاه می‌کرد، می‌گفت که اینا چیکار کردن؟ گفت حاج آقا ایشون مواد داشتن. گفت اعدام. حاج آقا این فلان. گفت اینطوری. گفتن دادگاه‌های 2 دقیقه. حتی از اون یه فیلمی هم تلویزیون آلمان رفت تهیه کرد. گفتن خب اگه اشتباه کردن چی؟ شما اشتباه کرد. گفت اشکال نداره اینا میرن بهشت. آقا وقتی شما چیکاره بهشتی؟ مدیر عامل بهشتی؟ چیکاره بهشتی؟ دربانشی؟ عین این جمله رو کلیسای کاتولیک داره در دوره که حاکم بوده، که هر کسی رو که ما به اشتباه آتیش میزنیم میکشیم او به بهشت خواهد رفت، ناراحت نباش. متاسفانه رسم استبداده، اون چیزی که باید در ایران از بین بره، مهمتر از هر چیز که مثلا مترادف یا در ردیف این استبدادیست که حاکمه، اینه که این ذهنیت خشونت پرور باید از بین بره. این ذهنیتی که مشروعیت میده به آدم کشتن، طرف کم ابرم دارم داره بچه خودش میزنه، میگن چرا میزنه؟ میگه بچمه. زن خودش میزنه، میگه چرا میزنه؟ میگه زنمه. ببخشید مگه شما کمد خریدی که بگی خرابش میکنم؟ تازه اون کمد هم شما حق نداری خراب کنی. تصور میکنه مالک است. سید علی خامنه‌ای تنها نیست، این مجموعه‌ای که بر قدرت حاکمه خودش رو صاحب ملت میدونه. شما قانون اساسی رو چندی بار توضیح من دادم که 11 اختیاری که آقای خامنه‌ای داره مطلق است. الان کی اعتراض کرده به چین؟ مشاور امور خارجی آقای خامنه‌ای به چین اعتراض کرده چرا دوگانه برخورد کردی؟ ما با شما قرارداد بستیم، چرا رفتی به عربستان سعودی؟ خب این کار رئیسیه در حقیقت، ولی خامنه‌ای میره این کارو میکنه، دفتر ایشان است که میره اعتراض میکنه. یعنی کشک، رئیس جمهور کشک، یعنی ملت هم هیچ. این باید تغییر کن تو ذهنیت های ما. ما ها انسان صاحب حق هستیم، از حقوقمون باید دفاع بشه. اگر شما دفاع نکردی خودم دفاع میکنم، هیچ کس هم حق نداره جلوی من رو بگیر که چرا من از حقوق خودم دفاع میکنم. من اجازه دارم نهاد خودم رو درست کنم، روزنامه خودم رو بگم، سایت خودم رو درست کنم. البته اجازه هم ندارم دروغ پراکنی کنم، تهمت بزنم، فحاشی کنم، اونا جزء نفی حقوقه، اونا رو کسی اجازه نداره. ولی معلومه که بقیه کار رو هر کسی حق داره. مثل که تو چارچوب خانواده، خیلی عذر میخوام، یک همسری که اگر مرد باشه زن خودشو هر روز بزنه و هر روز تحقیر کنه و هر روز اذیت کنه و بگه خب حالا انشالله نشستیم شاید یه موقع حالش بهتر بشه، نه خیر، اون باید شدید اعتراض کنه به این وضع موجود. نکنه زورگویی ادامه داره، اعتراض باید بکنه و صفت بیسته از حق خودش دفاع کن. اما اگه این زد تو گوشه و اونم با مایتابه زد تو سر اون، خب این جنگ دیگه، هر که زورش بیشتره اون که لحو لبرده میکنه. بخشید من که احساساتی شدم به این استبداده که واقعا آدم هر روز، من صبح از خواب بلند شدم، چند شب پیش، چند روز پیش صبح از خواب که بلند شدم این
وا کردم دیدم شبم اصلا خیلی آشفته خوابیدم، دیدم این جوان رو اعدام کرد. اینقدر من اصلا گفتم این پدر این طفلی چه احساسی داره امروز که فرزندش اعدام، این بچه که میره تو خیابون اعتراض کنه با تیر میزنن میکشنش، خود اون که جانش از دست داده، خانوادهش رو اسکنین. من برادرم در 26 سالگی فوت کرده در یه سانحه، مادر من الان 90 سالشه، الان 50 خورده سال، روز 5 تا 6 تا قرص میخوره بدون اینا نمیتونه زندگی کنه. شما فکر کنید با این جامعه ما دارن چی کار میکنن؟ این حق جامعه ماست که آزاد بشه و در آینده آزاد باشه، دیگران نیایند بگوین البته ما مخالف اعدام هستیم. ولی یک خاطره کوچک میگم تمام میکنم تو این محبت. یه جلسه گذاشتیم موقعی که اون بتن لاگر جلسه میذاشتیم، یه دفتری داشت کانون تو هانوفر، یه آقای رو هم دعوت کرده بودن که بیام راجع به اعدام حرف بزنیم. وقتی که اومدیم استناد من کردم و کردم همه چی تموم شد، ایشون اومد گفت تمام حرفای آقای گلزار رو قبول دارم، واقعا من متاثر شدم، فلان شدم، نباید اعدام کرد، ولی اگر کسی خیانت به وطنش کرده میشه. شما تا استثناء قائل شدی یه استثناء بعدی رو هم میتونی استثناء. هر کسی رو میتونی بگی نه ایشون به این شکل داشت خیانت میکرد، نه اصلا به طور کل اعدام نباید باشه. بفرمایید. ممنون از شما بابت پاسخگوییتون. بله، این اولین شروط هر دولت دموکراسی هست که این اما و ولی پشت اون قانون وجود نداشته باشه، فقط یک قانون مطلقه باشه. اینکه ما یک ولی و اما بذاریم یعنی کل اون قانونی که قبلش نوشته شده ابطال میشه و این بدترین جرم و جنایت بر علیه خود مردم کشور است. متاسفانه ما داریم دیگه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از 90% یک مشروطی داره که باید مغایرت با موازین اسلامی نباشه. و این نه 17 جا اومده یا با موازین اسلام میگه مشخص. ببین در مقدمه باید مشخص میگه موازین چیه و شرع اون بدتره، چون شعر تا دلتون بخواد هر که شب خواب نما شده صبح مده شعر رو نوشته. شعر یعنی چه؟ یعنی آخونده هر نظری داشتن و هر کسی که گفته پدرم به پدرم گفت به پدرش گفت که من شنیدم بس پدرم که روایت شده مثلا فلان امام اینو گفت. ببینم هست دیگه تو اصول کافی نگاه کنید 10700 روایت اصول کافی هست. خود اینا که تو حوزه علمی درس میخونم میگم بیش از 6000 تاش قابل استناد نیست، ولی یک کدوم اینا هم جرئت نمیکنن اینا رو تو این کتاب اصول کافی در بعد به استناد او هر کاری بخوام میکنم. حجاب که سر زن هاست از چه بابت شروع شده؟ بر اساس یک روایت، چون اصلا در قرآن نداریم هم چیزی، به اساس یک روایت که میگوید حضرت فاطمه داشت نماز میخون یک پارچه‌ای به سر خود بسته بود که گوشها و موش از پشت پیدا بود. اینا کی نوشته؟ شهید ثانی اسمش هست، در قرن هشتم. به استناد این میگویه از زن را در پستوی خانه باید نگاه داشت و زن باید چادر سرش کنه. حالا چادر رو به شکلهای مختلف کنه. وقتی ایشون فوت کرده اونایی که بهش هر کسی اون زمان باید یه مجتهدی رو بهش اقتدا میکرده، بعد از فوت ایشون 100 سال 200 سال هیچکس از حکم او پیروی نمیکرد. دو مرتبه فقهای اومدن گفتن نه این شهید اول حرفش درست بوده و به کسایی که مرید داشتن مثلا مریدان خودشون گفتن بله باید چادر سرتون کنید، بعد یواش یواش رو سری سرتون، بعد مقنعه، بعد تا دستتون اینجا پنهان میشه، بعد یه حکم در تمام کشورهای عربی این باب شده. البته میدونید که حجاب قبل از اسلام هم در ایران بوده، در زرتشتیت هم بوده، اما حجاب مال سران اقوام بوده، مال شازده ها بوده که آدم های فقیر اینها را نبینند. در هندوستان هم بوده، کشور عربی هم بوده، ایران هم ما داشتیم. اینها پنهان باشند، در یک حجابی باشند، مردم که به اصطلاح طبقه پایین هستند این بزرگان رو نبینند. خب بعد اومده شده همگیر. برای چی شده همگیر؟ نه اینکه زن رو بپوشوننش کسی نبینه، برای که
اگر زن رو تحقیرش کردی، مجبورش کردی و او پذیرفت، چون اجبار خیلی بزرگ نکنی میکشم، میزنم، تجاوز میکنم، زندان میکنم، او میاد به شوهرش و فرزندان خودش میگه مواظب باشه، خشونت بیش از حده، و به این ترتیب میتونن جو جامعه رو مطیع خودشون، هم زن از حقوق خودش برخوردار نمیشه، هم خانواده نمیشه. حالا آقای هیتلر چی گفت؟ گفت کیرشه، کیندر و کوشه، آشپزخونه، کلیسا و بچه در مثلا تولید بچه. اما بچه‌ای که در خدمت رهبر این مادر تربیت کنه، گفت این سه تا کار وظیفه زن، وظیفه دیگه هم داشت؟ نه، در حقیقت یه برده ایست در خدمت قدرت، قدرتی که مرد هست و قدرتی که آقای هیتلر هست، برای که او بچه زایی کنه، آشپزخونه رو بلند کنه و آدم مطیع باشه، هرچی گفتن دیگه چشم. میگه از این انسان دیگه ازش در نمیاد. و این عنوانه که آقای هیتلر شده حاکم بر جهان. و ما دنبال این که حاکم بر کشور خود بذاریم نیستیم. یه شخص دیگه بیاد، یه حزب دیگه بیاد. میخواییم یه ملتی آزاد و مستقل بشیم. آزاد و مستقل بشیم. ما اون کتاب قانون اساسی که ما نوشتیم به تمام این موارد رسیدگی کردیم. اون چیزی که شما گفتید به درستی که در قانون اساسی ایران نیومده، شما پیشنویس قانون اساسی که اصول راهبردی جمهوری اسلامی است رو بخونید، همش مبهماته. ما 244 اصل آوردیم راجع به حقوق بنیادین انسان از زن و مرد و کودک، کارگر، خانواده الی آخر، حقوق همه رو، طبیعت، غیر زارق، اینا رو همه رو در 244 اصل آوردیم با زیر اصلای خودش، که چی؟ که بر اساس اینها اون چهار قوه باید عمل کنن. اگر نه عمل نکردن، هر شهروندی حقش بره جلوشون صف بیسته و بگه به چه حقی عمل نکرد. چون دولت ها انتخاب میشن که در خدمت شهروندان باشن، نه بالعکس. ما همیشه در خدمت بودیم، تا پادشاهی بوده در خدمت بودیم، حالا اینا هم که مادن، البته اینا چون جمهوری نیست که، اینجا سلسله روحانیت است که بر کشور حاکم شد. بفهمید آقای شایگان. ممنونم جناب آقای گلزار. حالا میخوایم از بحث دور نشیم. البته آقای ببخشید من یک چند تام حاشیه رفتم. نه خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. در هر صورت آقای شایگان هم دستشون بلند هست صحبت میکنن، فقط من یه سوالی هم در کنارش انجام میدم، بعدش با آقای شایگان بعد یه دو تاشو با هم پاسخ بدید شما. اینکه در حال حاضر ما داریم میبینیم بیش از 56 نفر در حال حاضر ما زیر تیغ داریم، و چه راه حلی شما پیشنهاد میکنید که ما بتونیم این عزیزانم رو نجات بدیم؟ خب حالا آقای شایگانم مایکشون رو باز میکنم که سوالشون رو بفرمایند، بعد ما در خدمتون هستیم برای پاسخ گویی. تشکر میکنم از شما آقای گلزار و خسته نباشید. میگم به خانم مباشری، دوستان، در ادامه این حاشیه که شما رفتید، من یه کوچولو حاشیه برم بعد برگردم. صداتون رفتید. نه تنها اعدام کار غیر انسانیه، قانونیه، که متاسفانه تو بازداشتگاه و زندانهای ایران داره انجام میشه. چون من حیفم اومد این موضوع رو نگم که دیروز پریروزا تا حالا چند روز پیشا گویا یک دختر 14 ساله، دختر بچه 14 ساله متاسفانه تحت شکنجه و تجاوز جان خودش رو از دست داد. همونطور که خب نیکا شاکرمی و آرمیتا عباسی و غیره. و این فکر کنم یک سابقه طولانی توی جمهوری اسلامی داره، هم موقعی که دهه 60 اعدام ها رو که میخواستن بکنن قبلش اون ماجرا رو پیاده میکردن و ادامه ماجرا. من خواستم فقط به این نکته اشاره کنم که اگر اسلام 9 سالگی رو برای دختر الزام، یعنی نمیکرد، قانونی نمیکرد، شاید خیلی از این عزیزان بهشون تجاوزی شاید صورت نمیگرفت، نمیدونم، من حدسم بر این است. اما در مورد اعدام ها ما الان داریم میبینیم که بسیاری از متاسفانه به جای اینکه نماینده های مجلس خودمون
بیان کفالتی بکنن یا فلان بکنن که اونا رو حکم اعدام میدن، از سوی دیگه نماینده کشورهای دیگه خب باز دستشون درد نکنه، دارن کفیل بچه هامون میشن تو ایران. بله. حالا میخوام اینم این کفالت فرض کنید یک نماینده مجلس یا حالا هر شخصی چقدر میتونه تأثیر بذاره تو عدم اعدام شدن اون شخص؟ ممنون. اگر که اجازه بفرمایید جناب گلزار، خانم سوارکوب هم دستشون رو بلند کردن، ایشون هم صحبتشون رو بفرمایند. خانم سوارکوب، مایک در اختیار شماست، ما میشنویم صدای شما. سلام، وقتتون بخیر. من یه سوالی داشتم، اینکه حالا ما تعریف مشخصی از سن کیفری حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم نداریم، با توجه به اینکه حالا سن مشخصی برای مسئولیت کیفری تعریف نشده توی قانون ایران، حکمایی که برای بچه ها میدن، بچه ها مثلا منظورم نوجوان ها زیر 18 سال میدن و اینا رو نگه میدارن معمولا تا 18 سالشون بشه بعد حکم ها اجرا میکنن، رویه تا اینجایی که من میدونم این مدلیه توی ایران. خواستم بدونم در جامعه دیگه سن کیفری تعریف شده، سن مشخصیه یا همون سن شهروندی و بلوغ سنی میشه که مسئولیت کیفری هم بهش اطلاق میشه؟ ممنون میشم جواب بدن. چشم. بله، پس من اول با صحبت خوب آقای شایبان شروع میکنم. ببینید، یک گزارشی دوستانی از کردستان دادن به ما و در اون گزارش گفتن که تا موقعی که شایع نشده بود که زنها رو بهشون تجاوز میکنن در زندان، تعداد زنانی که به اعتراضات میپیوستن خیلی زیاد. از موقع که این شایع زیاد شده دیگه زنها خیلی کم میان. اگه بهشون میگیم چرا نیومدی دیرو، میگه اوف اگه بگیرن. ببینید، نمیگه اگه بگیرن منو میکشن، اعدام میکنن. چون که هر کشوری و هر انسانی یک نوع روحیه داره، روحیه‌ای که در جامعه ایرانی زن داره به عنوان شخصیتی که داره، مسئله تجاوز خیلی براش مسئله کشندهیه، خیلی کشنده است. یعنی میتونه 10 سال رفته باشه زندان، انواع و اقسام شکنجه هاش کرده باشن، یک بارم مورد تجاوز قرار گرفته باشه، اون 10 ساله میذاره یه طرف، این یک بار رو میذاره یک طرف. یعنی اینقدر سنگین. پس تجاوز رو نه به این کار میکنن که از لحاظ دینی، میبخشید تجاوز که حکمش بسیار سنگینه در اون دین، پس بنابراین این نیست که به اصطلاح بگن نه کار درستیه. تازه اون سال 60 که این کار رو کردن، اون موقع به همین دلیل بود. البته میگم که شما اگر که برید تحقیق کنید در روایت، میبینید که برای یه کار 59 روایت میتونید پیدا کنید، چون که 200 خورده سال که اصلا جمع‌آوری روایت و نقل قولش جرم بوده در کشورهای اسلامی. بعد یه خلیفه میاد میگه نه، ما میخوایم روایت ها رو جمع کنیم. هر کسی به دلخواه خودش روایت جمع کرد. یه کتابی هست زن از دیدگاه روایت، مال این آیت الله مشکینی. شما اصلا برید بخونید تعجب میکنید یه عقلی یه همچین چیزایی گفته. یعنی یه کسی که عقل داره بتونه همچین جملاتی بگه، ولی گفته و اونجا اونا رو همه رو جمع آوری کرد. یعنی یک فساد بزرگی است در اون چیزی که در اونجا جمع آوری کرد. نه، مسئله سر 9 سالگی نیست. حالا 9 سالگی رو دلایل مختلف میارم. اون چیزی که در حال حاضر قابل قبول شده اینه که در اکثر کشورها و حتی کشورهای اسلامی مسئله 18 سال رو از لحاظ حقوق جزا حقوقی دونستن. اما ببینید بعضی کشورها 16 سالگی هم میذارن تصدیق بگیرن، 17 سالگی هم میذارن تصدیق بگیرن. در بسیاری از نظرات جدید که الان اومده از لحاظ رشد انسان، میگن 18 سال خیلی کمه، برای خیلی از موارد کمه، چون تصمیم گیری برای یک کار که بگی خلافه رو
انسان بین 23 تا 25 سالگی یه بخشی جلوی پیشونیش هست که در مغزش این رشد میکنه، تفاوت جرم و عدم جرم و حق و ناحق رو از اون موقع میفهمه. خب حالا این رو از لحاظ علمی تشخیص دادن، حالا جایگاهش کجاست در جرم شناسی؟ قاضی میگه این هنوز چیز قانون نشده، درسته 18 سالشه، ولی من میگم خب تصمیم گرفته دیگه، این اون موقع که کرده میفهمیده چون قانون میگه. علم چی میگه؟ علم میگه بابا بین 23 تا 25 میفهمیده. حالا این که تجاوز میکنن، حرف من است که اول میگم در کردستان این خانوما نمیرن و در خیلی از جاها، چون میخواد تولید وحشت کنه. یکی از تولید وحشتش اینه که بچه رو هم میکشن، زن رو هم میکشن، میبریم شکنجه بیش از حد میکنیم، فیلمش میکنیم، میاریم مصاحبه که قبل از مردنش هم به مردم نشون میدیم، تازه در سطح شهر. میگن یه فیلسوفی بوده در چین 5000 سال پیش به پادشاه توصیه میکنه اگر میخواهی مردم مرید تو باشند، عده‌ای از مخالفین خودت رو علناً اعدام کن تو میدان شهر. اگر این کار رو بکنه تا 200 سال این خانواده تو در امنیت خواهد بود. کسی جرأت نمی‌کنه، چون ترسی که شما وارد می‌کنی اینقدره. من مادرم 90 سالشه، در سن 84 سالگی یه دفعه در اومد، برای اولین بار من شنیدم راجب اعدام‌ها بود و اینا، و من خیلی با هیجان داشتم با مادرم راجبی که نباید اعدام باشه و چرا این کارو میکنن حرف زدم. گفت بذار یه چیزی بهت بگم که من هیچ وقت نگفتم راجبش حرف نزدم. من 10 سال 11 سالم بود، میخواستن که یه نفر رو اعدام کنن و گفتن که تو میدون شاه اصفهان، که اون موقع بهش گفتن میدون نقش جهان، بعد میدون شاه شد، حالا دو مرتبه شده نقش جهان، این میخوان اینو اعدامش کنن. گفت ما نمیفهمیدیم اعدام یعنی چه. دویدیم رفتیم تو میدون، طرف میدون با آدم بزرگترا، و بعد گفت من از لا دست و پای مردم پاهای اینو دیدم که این لرزید مرد، و خیلی عذر میخوام اینا، چون این قطع نخا که میشه انسان کنترل ادرارش رو از دست میده، همون آن ادرار. گفت دیدم این حالا. گفت هنوز که هنوزه من شبا به خودم میلرزم. ببینید شما تأثیرش اینه، تأثیرش فیلم هایی است که اینا بعد از اعدام به همه نشون دادن، تأثیرش اینه که در ملأ عام 5 تا رو با هم اعدام کردن برای اینکه جامعه رو اخته کنن از لحاظ اعتراضی در مقابل استبداد. چه کار دیگه نیست. تجاوز هم عین همینه، این وجدان اجتماعی رو خدشه‌دار میکنه. به خاطر همین من واقعا لذت میبرم از دختران و پسران یا زنان و مردانی که در حال حاضر این خشونت بیش از حدی که این نظام داره اعمال میکنه، اینا میرن چیکار میکنن؟ دوستان محترم جناب گلزار صداشون قطع شد به نظر من، یا اینکه قطع شدن الان ما بشید. بسیار خوب، فکر کنم اینترنت آقای گلزار یه مشکلی براشون پیش اومد و حالا دوباره به جمع ما میپیوندند و تا لحظه که خب آقای گلزار تشریف بیارن ما جلسه رو ادامه میدیم. ببینید با توجه به صحبت‌هایی که آقای گلزار کردن، الان آقای گلزار می‌فرمایند که نباید شکنجه بشه، نباید تجاوز انجام بشه. اما اگر که در همون سوره نساء هست، فکر می‌کنم که چیز هست، در سوره نساء هست که نوشته شده که شما زنانی که به عنوان کسی که به قولی بعد از جنگ دریافت میکنید، اینها زنان میتونن که شما بهشون تجاوز کنید، یعنی یه جورایی مالکیت هست.
آیه 26 سوره نساء هست این موضوع رو میگه. خب جناب آقای گلزار، ما مایک رو برای شما باز میکنیم که شما بتونید صحبت کنید. فکر کنم بسیار عالی. جناب آقای گلزار فکر کنم بسیار شدم یک دفعه. حالا برمیدارم به این که کفالت اون که شما گفتید کفالت یک نماینده چقدر تأثیر داره. این رئیس حزب سبزها اومد در تلویزیون یه مصاحبهش کردن، گفت من کفیل یک نفر شدم، ولی این کفالت هیچ تأثیری نداره، برای اینکه نداره از لحاظ به صلاح حقوقی، از لحاظ سیاسی این تأثیر داره که بگن نمایندگان مجلسی دفاع میکنن از حق یه نفر. ولی یه جمله آخرش گفت، اون خیلی جالب بود، چون رئیس حزب سبزا یه ایرانی دیگه گفت که من درسته که هیچ تأثیر نداره، ولی اینجا میخوام بگم که اگر اینها رو اعدام کنه تمام هم و غم من این خواهد شد که کوشش کنم که دولت آلمان شما رو به اصطلاح معاملات سیاسی باتون انجام نده، پشتی بود. تمام هم و غم هم میذارم به این قسمت. این تأثیر کفالت سیاسی است. نمایندگان دیگه هم که کردن همینه، چون که کار نمیتونن بکنن. بعضی از ها گفتن غیر از اون ما میتونیم وکالت اینها رو بپذیریم. ببینید یه چیزی که هست، یعنی اینه که حالا دولت ایران که هیچ وقت حاضر نیست که بگه یعنی یک نفر بیاد و من پرونده در اختیارش میذارم و مترجم در اختیارم، همچین چیزی رو اصلا جواب نمیدم. اما تأثیرش اینه، تأثیرش سیاسی است، اجتماعی است در سطح جهان، که بگن این کسانی که میخوان اعدام کنن اینقدر آدم هستن که کفالت اینها رو پذیرفته. شما خانم سوارکوب گفتی که سن کیفری، سن کیفری رو ببینید. مثلا در آلمان یه قاعده بود که اگر یه دختری 13 ساله با یک مردی بخواد باشه، این تا چند سال پیش قانون بودا، پدر مادرش میتونن اجازه بدن، اگه پدر مادر پذیرفتن اونم میتونه با او باشه. بعد اومدن قانون عوض کردن، کردنش 16 ساله و قوانین 16 سالگی رو شامل حال شدن، چون یه قوانین دیگه هست. و بعدم بخش به بخش داره، 13 سالگی داریم، 16 سالگی داریم، حالا تغییر دادم 13 به 15 باز، 15 به 16 داریم برای کارهای مختلف و 18 ساله. اینا هر کدوم شرایط خاص خودشو داره تعریف داره. در ایران هم همین کارو کردن، مثلا میگن رانندگی اینو داره، در جزا اینو داره، ولی پای زور که بیاد دیگه کسی سن براش قائل نیست. اون کسی که تو خیابون اسلحه برمی‌داره ساچمه میزنه یکی رو کور میکنه میکشه، اینا اصلا مسئله برش نیست. یا تو دادگاه میرن، دادگاه‌های چند دقیقه‌ای میذارن، قبلش آنچنان یکی رو میزنن که اصلا دیگه هر چیزی رو بخوان به دلخواه اونها خواهد گفت. یه دفعه یه دوستی تعریف کرد که تو زمان شاه منو گرفتن بردنم زیر هشت جایی که شکنجه میکردن و منو با اسمش یه کابل زدن، همینطور که میزد رو باسن من و من دست و پامون گرفتن، من همینطور میرفتم با آسانو و زبونم رو گشتم وسط دندونم، گفتم رفقات رو بگو، گفتم اونقدر فشار میدم که این زبون من کنده بشه نتونم حرف بزنم. گفت تو این هیسرویس از زیر فشار درد و دهنم پرخون شده بود قش کردم. بعد منو به صلاح گوشه سلول دیدم که آره خونین و مالین هستم اینا. بعد از چند روزم گفتن باید بره مداوا بشه که عفونت نکنه از این حرف. ببینید اصلا سنی برای استبداد قائل نیست. شما در آلمان یه شرایط دیگه دارید، حالا در هر کشور اروپایی باشه، مثلا آلمان، فرانسه، انگلیس، اینا که یک قوانینی حاکمه، آدم میتونه از اکثریت حقوق خودش برخوردار بشه. ولی وقتی استبداد شد، استبداد این حرفا رو نمیفهمه، این حرفا رو نمیفهمه. یه چیز میخوام به شما بگم، من تو دبیرستان که بودم خیلی دلم اهل کتاب خوندن بودم، مقاله نوشتن از این حرف. بعد یه دفعه که من گفت که
مواظب باش هر کاری میکنی گیر این سرکار نصری نیفتی. منم نمیشناختم، گفتم سرکار نصری، گفتن یه پاسبان بسیار گردن کلفتی شهربانی داره که برای ساواک کار میکنه، هر کی دستش میفته بهش تجاوز میکنه. اون شخصی که من گفت نگفت داره میزنه میکشه اینا، ببینید از لحاظ روحی اون حالتی که هست. حالا در ایران اون سوالی که شما کردید حقوقی است، درسته که باید سنها تعیین بشه و سنها قانونی باشه، ولی حتی اگه سنش هم قانونیه نباید تجاوز به حقوقش بشه که بگن بکشنش بزننش تجاوز بهش بکنن، آزادی نداشته باشه که ابراز کنه که من عقیدم چیه، بیان نظرم چیه، چرا حقوق من رو ضایع میکنه. حقش هر انسانه، بچه هم حقشه. شما یه بچه داشته باشید دو ساله تو خونه زبون باز کرده، اگه یه چیزی بگید که به زور بیاد اعتراض کنه، حقشه که اعتراض کنه، نه مامان جان، نه نه بابا. بچه خوبونه که وقتی تو سرش میزنن ساکت باشه، هیچی نگه، نه این خیلی بچه بده. و کار بدتر اونه که پدر این کارو باشه انجام. امیدوارم که پاسخ داده باشه. ممنون از شما بابت پاسخگوییتون. فقط آخرین سوال ما رو پاسخ بدید، چون دیگه 5:45 دقیقه است و 2 ساعت هست که شما بله بفهمید. همین که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم در حال حاضر که جلو بشه. این که سوال که کردید بله. مهمترینش اینه که، و سوال بسیار اساسی، من اتفاقا دورش خط کشیده بودم. کار اصلی اینه که ما به مقدار زمانی که میگذاریم که فعال هستیم در دفاع از حقوق مردم تو ایران، حالا تو این خارج هستیم واقعا خیلی باید وقت گذاشت براش. این که بریم فقط اینطوری تلفن رو بریم کلیک 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 کنیم کافی نیست، اطلاع رسانی کنیم، اطلاعات به داخل ایران بدیم، از داخل ایران بگیریم پخش کنیم. این کاری که اینجا میتونیم کنیم، در تجمعات شرکت کنیم، مقاله بنویسیم، تحلیل بنویسیم و امید به ملت ایران بدیم که ما پشتیبان هستیم. دوم که اکثریت عزیزانی که در کانون هستن شما جوان هستید، این وطن رو اکثرا انسانهای جوان میسازن، پس احساس مسئولیت کنید، بگید من در چه حوزه ای علاقه بیش از حد دارم، برم خودم بکنم متخصص، بیام وطنمو بهتر بسازم. ببینید هر روزی که ما زودتر از دست این استبداد نجات پیدا کنیم، تعداد بیشتری آدم نجات بده. این همین جمله در انقلاب 57 گفتن، هر چقدر زودتر نجات پیدا کنیم از دست این حکومت، چون 3 ماه حکومت نظامی بود دیگه، از دست حکومت نظامی میتونیم زندانی‌ها رو آزاد کنیم، اعدامشون نکنن، نکشنش. و یه شب گفتن که من موقع اصفهان بودم، میخوان بریم دستچرد، اون زندان رو میخوان اینقدر جمعیت بره که دیگه پلیس نتونه جلوشونه بگیره، و ملت رفتم گفتن میخوان برن زندانی ها رو آزاد کنن. من مخالف بودم، گفتم بخوام بخشیم خیلی زندانی هامون تو هستن که نباید بیان بیرون. شما از کجا میفهمید که این زندانی کدوم سیاسیه کدوم غیر سیاسیه؟ رفتن باز کردن همه اومدن بیرون. خوبه؟ یکی از حرفای من بود که هر چه زودتر نار نجات بدیم نمیتونن اعدامش کنن. الان نار دارن اعدام میکنن، حکم اعدام میدن، شلاق میزنن، هر بلای سرشون میارن بیچاره ها رو. وظیفه ما دو چندانه که کوشش کنیم، هر لحظه که ما حس کنیم اون نوجوان 14 ساله که گفتید، اون جوانی که سنش بالاتر، اون دکتر، هر کی رو بگیم برادر منه، من در یه سنی هستم که میتونم بگم فرزند من هستم و فرزند من رو میخوان اعدام کنن. این احساس که شما داشته باشید، آدم دیگه یه لحظه آرام نداره در اینکه بیشتر کوشش کنه تا این استبداد بره. حالا من به شخصه چون از استبدادی که آقای خمینی درست کرد مخالف، من موافق انقلاب بودم، مخالف آقای خمینی که چرا استبداد درست کرد، چون بنا نبود در قدرت بیا، اومد و حزب جمهوری اسلامی درست کرد و دنیای سیاهی رو برای ما درست کرد، تمام امیدهایی که ما داشتیم رو بهش خیانت کرد، به همه امیدها، و یک ملتی رو در حقیقت در خیانتی که بهشون کرده بود از خود بیگانه کرد. حالا باید چیکار کنیم؟ اول اینکه ما باید بفهمیم حق و حقوقمون چیه، اون چیزی که به ما آموزش نداده بود، بریم در یه اموری متخصص بشیم.
من سعی کردم راجع به معضلات کشور، معضلات مختلف تحقیق کنم، بنویسم و راه حل در چارچوب حقوق مداری بدم. این وظیفه بود که برای خودم قائل شد و مرتب فعال بودم. در نشریه که داشتیم 22 سال بخش حقوق بشرش من انجام دادم. در چاپ کتاب، تولید کتاب، نظراتی که از ایران اومده، خیلی کارا میشه کرد، خیلی کارا میشه. در کنارش هم زندگی کردم، مدیریت کردم، کار کردم. من نمیگم که اینا شماها نمیتونه، شما خیلی بیشتر از من میدونید. من هر کدومتون دوست داشتید با کمال میل همه تجربیاتم حاضرم در اختیارتون بذارم که شما موفق بشید. موفق از این بابت که از تجربیات استفاده کنید برید یه مرحله بالاتر. این جامعه مال نسل جوانه، مال همه ملت، ولی تحولش مال نسل جوان. شما ماشاءالله همتون جوان، بگید من توانا هستم، من میکوشم. بنا نیست امروز چیزی رو بتون تغییر بده. جامعه رو باید تغییر داد، یعنی استبداد رو برد، دموکراسی رو برد و در تحول جامعه نقش داشت. این از همه چیز مهمتره. یکی از ضعف های جامعه سال 57 اینه که اعتماد کرد به شخص خمینی و رفت دنبال زندگیش و یک دفعه اونا همه استبداد رو حاکم شدن و یک شبه کودتا کردن بر علیه اولین رئیس جمهوری، دفاتر هماهنگی، بر ضد احزاب و 9 نشریه. یک شبه همه رو بستن و کشتن و زدن و دیگه دیر شده بود، مردم اون حالتی که بیان بیرون رو از دست داده بود. نه، این باید ایستاد تا دموکراسی در ایران ممکن بشه. بعد ما همه شاد و خندان در یه وطن آزادی همه دور هم دیگه میریم منزل خانم مبشری‌فر تو شیراز، ایشون ما رو میبرن بر مدلک، جا میریم با هم دیگه به شادی همه دوستان دور هم دیگه و میگیم چه دوران خوبی رو گذروندیم تا تونستیم دموکراسی رو حاکم. راه حل غیر از حقوق مداری نیست و دفاع از حق دیگران. به تعداد کسانی که دفاع میکنن صرف و سخت از حقوق بقیه هموطنان با هر عقیده و نظری، حقشه دیگه، هر عقیده داشته باشه، استبداد عقب میکشه. به میزانی که حالا ببینم چی میشه و حالا نگیم و حالا ببینیم چطور میشه و ببینیم تضادها چگونه، نه، اون استبداد میاد تمام این سوراخ سنبار رو پر میکنه، حاکم میشه بر همه، همونطور که عرض شد. این نظر من، من این روش خودم زندگی کردم تا امروز، کاری که خودم کردم میتونم به بقیه پیشنهاد کنم. ممنون از شما و ممنون از صحبت‌های امروزتون. واقعا خسته نباشید، بهتون میگم فوق‌العاده صحبت‌های خوب و جامعه انجام دادید که واقعا اگر که هر شخصی به شخصه این روند و کار زندگی رو که حقوق دیگران رو رعایت کنه همونطور که حقوق خودش رو میخواد به دست بیاره، مطمئناً به جایی خواهد رسید. ممنون از شما. خب دوستان، امروز زحمت کشیدن آقای جهانگیر گلزار مهمان جلسه ما بودن در تاریخ 19 دسامبر 2022 که از ساعت 16 ما در خدمتشون بودیم با موضوع افزایش صدور حکم اعدام برای معترضان. و در این جلسه دوستانی که ما رو همراهی کردن، منشی جلسه خانم غزال سادات ابتهی بودن که ممنونیم ازشون، و مسئولین ضبط صدا و ادمین های ما آقای رضا شایگان و آقای محمد رسول پورتندرست و خانم لیلا ابوطالبی. جا داره اینجا یک تشکر ویژه هم داشته باشیم از جناب آقای اسفندیار سنگری که یک فیلم خوب برامون تهیه کردن جهت دوستان و واقعا برادران و خواهران ما که متاسفانه در ایران حکم اعدام برشون صادر شده و در زیر تیغ هستند. ممنونیم از تک تک همکارانی که امروز ما در خدمتشون بودیم و همراهی کردن ما رو. تا شنیداری دیگر، بدرود. به امید موفقیت و پیروزی و رسیدن به یک دموکراسی عالی. ممنون از شما. منم از همه شما عزیزان تشکر میکنم برای همه زحمات و کوشش هایی که میکنید و واقعا امیدوارم که با این کوشش همگان و بیشتر وقت گذاشتن و بیشتر انرژی گذاشتن، هر چه زودتر عمر این استبداد رو تمام کنیم و در یک وطن آزاد زندگی کنیم. خیلی متشکرم از حوصله همتون.